به نام خدا شاگردای عزیز و گرامی سلام خوب هستین بخیر هستین امیدوارم که جانتان جور و سهتمند باشید شاگردای عزیز به مضمون ریاضی سنف نهم خوش آمدین ما و شما مضمون ریاضی سنف نهم با همدیگه میخوانیم درست است فصل چهارم مسلسات شروع کرده بودیم و درس چندم هستیم؟ درس سوم هستیم درست است؟ خب در درس امروز ما شما چی داریم؟ نسبت های زاویه‌های 30 های سی درجه، چل و درجه و شست درجه رو ما باید شما باید چی یاد داشته باشیم و طریقه به دست آوردن شروع ما میگم و باید دیره حفظ کنین سعیست نسبت های مسلساتی کدام ها بود؟ ساین یک زاویه، کساین زاویه، تانجانت و کتانجانت سعیست ای ارچه ها رو باید شما چی یاد داشته باشید سعیست؟ پس فکرتان باشد که نسبت های مثلثات زاویه های سی درجه 45 و 60 بسیار مهم است این سه زاویه بسیار مهم است باید 100 درصد را یاد داشته باشیم درست است خب اما قبل که بریم سر تخته درس شروع کنیم کارخانه درس گذشته را باید به با ما روان میکردین روان کردین یعنی از طریق چی روان میکردین از طریق آفرین واتس اپ نمبرش هم چند است 20964780255413 درست است خب شاگرد عزیز میریم سر تخته که ما زاویه های C 45 و 60 که بسیار مهم است نسبت های مثلثاتی از را دریافت کنیم پس میریم سر تخته <موسیقی> خب شاگرد عزیز و گرامی اگر درس گذشته یادتان باشد گفتیم که نسبت های مثلثاتی معنای چی بود؟ اموساین، کوساین، تانجانت و کوتانجانت یک زاویه خب چرا رقم دریافت میکردیم گفتیم که ما و شما باید یک مثلث قائم زاویه رسم کنیم مثلث ما 100 درصد باید یک زاویه 90 درجه داشته باشد درست فست خب آلی به عنوان مثال زاویه 30 درجه رو ما میخوایم ساینش دریافت کنیم یک تا چی میکنیم یک تا مثلث قائم زاویه رسم میکنیم که یک زاویه حادی از چی باشد 30 درجه باشد درست بعد میرفتیم زل های رو اندازه میگرفتیم فرق نمیکنه مثلث ما و شما کلان باشد یا خرد باشد چون اینا نیچی هستن نسبت هستن نسبت یعنی چی کسر وقتی که ما مثلث ما و شما کلان رسم کنیم زل مقابل ما و شما به اندازه وطر به همون نسبت کلان میشه که وترم به همون نسبت کلان میشه چون ساین تعریفش چه بود زل مقابل بر وتر یا تا دیگه نه هر چی که مثلث ما و شما کلان باشد زل مقابل ما و شما کلان میشه ولی وتر ما و شما به همون نسبت کلان میشه پس در نهایت عدد ما و شما یکی میشه فرقی نمیکنه درست است پس گفتیم که به زل ها ما کاری نداره فقط به زاویه کار داریم پس یک مثلث قائم زاویه رسم میکنیم که یک زاویه حادی از چند باشد سی درجه باشد زل مقابلش اندازه میگیریم با خط کش زل وقتش اندازه میگیریم و زل مجاورش هم اندازه میگیریم بعد خود نسبت رو یاد داشتیم دیگه نه ساین چی میشد زل مقابل بر وتر میرفتیم و عددا رو رو روی هم میماندیم تقسیم میکردیم و ماشین حساب حساب میکردیم و جواب میکشیدیم یا تا نفت برای شما درس گذشته چه گفته بودم گفتیم در کتابچه تان زاوی سی درجه ساین ساین تانجان و کتانجانشه شه شما چی کنن به دست بیارین و گفتیم در ماشین حساب در تلفن خودتان در ماشین حساب بزنین و ببینید که چقدر دقیق شما تانیسین چی دریافت کنین درست است خب پس ما شما این سه زاویه که سی 45 درجه و 60 درجه بسیار مهم است پس این ما و شما باید نوشته میکنیم براتان که دقیق یا ساین ساین تانجان و کتانجان شد است و شما باید دیره از بر داشته باشید در ذهن خود باید داشته باشید حفظ کنید باید دیره پس نسبت های مثلثاتی زاویه های سی درجه سیست چلو پنج درجه و 60 درجه پس این سه زاویه بسیار مهم است 30 درجه 45 درجه و 60 درجه خب این را خیلی از کتاب ها در کتاب ما و شما اگر ببینید در کتاب ما و شما به شکل چارت یا جدول به ما و شما داده او جدول باید حفظ کنی که ساین سی درجه چند میشه اگر شما خودت در کتاب کشیده باشه و میبینید صفر اشاره پنج میشه یا یک بر در ماشنصب اگر بدونید 0.5 دقیقش میشه حال شما چند به دست آوردی؟ ممکنه 0.49 شما به دست آورده باشی 0.51 به دست آورده باشه فرق نمی کنه ولی امو دقیقش چنده؟ 0.5 یا 1 بر 2 پس ما شما زاویه های 3, 4, 5, 6 من امال برد میگم که چرخمی رو حفظ کنیم در کتاب ما شما بهشک جدول کشیده سیست؟ من جدولش براتون بکشم سی درجه 45 درجه و شست درجه. سیست؟ و چی میشه؟ نسبت های مثلثاتی ما و ساین کوساین تانجانت و کوتانجانت سایس خب شاگرده عزیز سی درجه ساین چند است ساینش یک بر دو یا صفر اشاره پنج که ما و شما کسی نشانش میتیم از بعد میگیم یک بر دو پس ساین سی درجه چند میشه یک بر دو ساین چلو پنج چند میشه جذر دو بر دو سایس ساین 60 درجه چند میشه؟ جذر 3 بر 2 آفرین جذر 3 بر 2 این رو باید حفظ کنیم پس ساین سی 1 بر 2 ساین 45 جذر 2 بر 2 و ساین 60 درجه جذر 3 بر 2 اما کساین کساین 3 درجه میشه جذر 3 بر 2 سهیست؟ کساین 45 درجه میشه جذر 2 بر 2 اگر دقت کنی ساین و کوساین 45 درجه اردوش جذب دوی بر دو میشه سیس این ثبوت میشه خب اما 60 درجه چی میشه دقیقا میشه بر دو اگر دقت کنی عزیز ساین سی یک بر دو است کوساین 60 یک بر دو ساین 60 درجه جذر سی, سی, سی بر دو است سی درجه جذر سی بر یا به شکل ضربدری با هم مساوی است و ساین و کوساین 45 درجه اردوش جذر دوی بر دو است اما تانجاند. تانجانت باد می کمی پاینتر نوشته کنم که جای شوه تانجانت ما و شما چی میشه تانجانت 3 درجه میشه جذر سه بر سه صهیست تانجانت 45 درجه چند میشه میشه یک و تانجانت 60 درجه میشه جذر 3 و کو تانجانت از یاد چی میشه کتانجان کتانجان باز اگه دقت کنی ساینو کوساین گفتیم چی بود زبدری ما و شما تبدیل میشد دیگه نه هم زبدری به اون شکل است یعنی جذر س بر سه د اونجا میره و جزر سه د اینجا میایه پس این میشه جزر سه این میشه خود یک و این میشه جذر س بر سه پس این جدول این چارت ما شما باید حفظ داشته باشین در ذهن خود داشته باشیم که در خیلی جاها ما لازم داریم که با اونان مثال ما سوال داریم ساین 30 درجه جمع کوساین 45 درجه شما دیر بو فهمی که اعدادش چند است صحیح است خب اما این چه رقم اینا دریافت شده یه عددا یه عدد ثبوت داره ثبوتش هم خب ما و شما البته من براتون میگم اما نیاز نیست که چه رقم دریافت شده ثبوتش به این شکل است ما شما وقتی میگیم زاویه ساین 30 درجه گفتیم یک تا مثلث قائم زاویه میکشیم مثلث قائم زاویه که یک زاویه چند درجه باشه 30 درجه صحیح خب این چیکار میکنه این به ای شکل است بهتر است که ثبوتش به شکل است ما شما اگر بیایم اول ما بر 45 ثبوت میکنیم بعد 30 و 60 ثبوت میکنیم صحیح پس 45 یک ثبوت کنیم میگیم یک مثلث قائم زاویه که متساوی ساقین باشد یعنی زاویه ما شما 90 درجه باشد و متساوی ساقین یعنی چی یعنی این ساق با این ساق چی باشد مساوی باشد درست است به عنوان مثال فرق نمیکنه دو باشد هم دو است یک باشد و یک است پنج باشد پنج فرق نمیکنه پس ما ایران چند میگیرم؟ ایره یک میگیرم ایره یک میگیرم, میگیرم. سه یک 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 واحد بس یک سنتی یک سنتی متر خب وقت رزی چند میشه وقت رزی رو ما میتونیم از رابطه فیثاغورس دریافت کنیم صحیح پس این ما وقتش اگر ایکس بگیریم میشه ایکس مربع مساوی است با یک مربع جمع یک مربع ایکس مربع مساوی است یک مربع یک جمع یک که ایکس مربع ما و شما چند میشه میشه دو و از چی میکنیم جذر میگیریم پس ایکس ما و شما میشه جذر دو البته این قبلا هم گفتیم میشه مثبت منفی جذر دو ولی چون زل هستند و مثلث هستند ما فقط مثبت در نظر میگیریم صحیح منفیش در نظر نمیگیریم خب شاگرد عزیز آن شما بگین مثلث مجموع زوای داخلی مثلث چند درجه است 180 درجه خب این زاویه قایمه چند درجه میشه 90 درجه چه خدیگه میمونه 90 درجه دیگه تو 183 است خب مثلث ما و شما متساوی ساقین است اینا میفهمیم در سن هشتم خواندیم مثلث های متساوی ساقین زاویه های روبر با هم چی است مساوی است یعنی این زاویه با این زاویه چی میشه مساوی میشه پس هر کدوم اونها چند درجه میشه 45 درجه پس این 45 درجه است و دیگه هم 45 درجه است خب ساین 45 درجه رو ما میریم دریافت میکنیم از همین مثلث ساین 45 درجه چی میشه؟ ساین چی بود؟ زل مقابل بر وتر درست است؟ ول مقابل ما و شما چند است؟ خب ج... وتر ما شما چند شد؟ شد جذر دو دیگه صحیح پس سا... زل مقابل یک است وتر ما شما جذر دو است پس میشه یک بر جذر دو خب ساین 45 یک بر جزر دو اما در اینجا کنیم ساین 45 جذر دوی بر دو چرا خمس؟ خب این رو باید چی کنیم؟ ایر باید سازی کنیم دیگه مخرج ما شما نیست غیر ناطق است است دیگه نه این ناطق سازی میکنیم یک بر دو را یک بر جذری دو را ناطق سازی کنیم ضرب در چند باید بسازیم ضرب در خود مخرج خویا یا تا نفس گیر ضرب در جذری دو صورت هم ضرب در دو میسازیم پس چی میشه یک ضرب در جذری دو عمو جذری دو میشه خود جذری دو و جذری دو ضرب در جذری دو تحت جذر با هم ضرب میشه دو دو 4 میشه جذری چهار جذری چهار هم چند میشه دو میشه پس میشه جذری دو بر دو سیست پس ساین 45 درجه میشه جذر دوی بر دو به میشک دریافت میشه کوساینش هم میشک دریافت میشه میشه زل مجاور بر وتر مجاور ما شما یک است وتر ما و شما جذر دو است پس یک بر جذر دو میشه درست است پس دور من به میشک ثبوت میکنی. اما تانجان چی میشه تانجان چی بود زل مقابل بر مجاور زل پس تانجانت 45 تانجانت 45 درجه زل مقابل ما و شما یک است مجاور ما و شما هم یک است یک بر یک میشه چند میشه یک پس تانجان میشه یک کوتانجان هم میشه یک چون میشه زل مجاور بر مقابل سیست پس چلو پنج همه شکل ثبوت حالا آلا ثبوت شما کار نداریم فقط این جدول باید تو حفظ داشته باشی سیست باید یا عدداش در ذهن خود داشته باشی وقتی میگیم تانجان چلو تا پنج درجه چند میشه تو باید بگی یک ساین چلو درجه چند میشه باید بگی جذر دوی بر دو سایست ام یکی بر جذر دو سایست هم جذر دوی بر دو ولی از این بیشتر استفاده میکنیم چون ناطق سازی شده مخرج ما و شما ناطق است سایست خب اما برای سی درجه و 45 درجه معیار پاک میکنم برای سی و 45 ثبوت میکنم خب شاگرد عزیز برای سی درجه و 60 درجه رقم ثبوت میکنیم من میگم که یک تا مثلث متساوی الاضلاع یعنی سه ضلع باید با هم چی باشد مساوی باشد من رسم میکنم با عنوان مثال ضلع های اینا چند است یک 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 خب اینو میفهمیم مثلث های متساوی الاضلاع زاویه های چند درجه میشه 60 درجه میشه درست است زاویه اش چی میشه 60 درجه یعنی 60 است یعنی هم 60 است یعنی هم 60 است چون مجموع زوایای داخلی مثلث با چند شد باید 180 شود خب حالا من میام ارتفاع وارد بر قاعده رسم میکنم ارتفاع یعنی چی زاویش 90 درجه است و اینا میفهمیم در مثلث های متساوی الاضلاع ارتفاع میانه درست است اینا با هم چی میشه دقیقاً روی هم قرار میگیره ارتفاع و میانه صحیح یعنی چی یعنی اینی با این مساوی و این زاویه هم چی نیم ساز هم است یعنی زاویه رو بدون نیم مساوی تقسیم میکنه پس یکی که 60 است این میشه 30 درجه و این هم 30 درجه میشه حالا ما برو کار این کار داریم یعنی 60 درجه است اون سی درجه سی است خب یعنی یک باشه دیر بدونیم تقسیم میکنه خب یعنی که زل ما و شما یک است بدونیم تقسیم میکنه این میشه یا همون بر دو یا همون بر دو یا سفر پنج است سی است خب حالی باید میتونیم ساین 60 درجه هم کنیم ساین سی درجه هم کنیم ساین 60 چی میشه زل مقابل بر وتر خب این زل مقابل ما, ما و شما هم نداریم اما مثلث قائم زاویه مگر نیست از رابطه فیثاغورس میتونی دریافت کنی رابطه فیثاغورس یک یک مربع مساحت است و یک بر دو مربع جمع x مربع x دریافت میکنیم دریافت میشه صحیح است پس اینو میتونیم دریافت کنیم و ثبوت میشه همین اعداد دریافت میشه پس ثبوت عزیزم ما به خود خودتان میمونم در کتابچای را میکشه و ثبوت میکنی فقط اولی رو تو باید بری x از رابطه فیثاغورس دریافت کنی بعد هم برای می... هم بر شفت درجه میتونی دریافت کنی برای فی درجه سین سی چی میشه مقابل بر وتر یکی بر دو برای یک میشه یک بر دو سی درجه میشه یک بر دو صحیح است پس شما میتونید چکار کنید با این طریق ثبوت کنید خب ثبوت چه به خود خودت میمانم باید در کتابچه ثبوت کنید اما من میخوام چی کنم یک روش برتون میگم که شما اینی عددا را اگر حفظ نتونسی یاد درفت بتونید دریافت کنید سایست پس من اون روش در کتاب نیست این روش برات میگم بسیار روش آسانی است و او رو چی میکنی یاد میگیری پس من اینو بر پاک میکنم و این روش برات میگم خب شاگرد عزیز اما این روش که ما و شما میخوایم بخونیم که امی عددا رو چه رقم افس کنیم یک رایش است که دیر تو بخونی امی چهار تا پیش خود بگیری در کتابچه نوشته کنی چند بار نوشته کنی بخونی افس کنی و آسان است سخت نیست ساین سی درجه چند میشه یک بر دو ولی یک رای دیگه من برات میگم بسیار آسان تر است شما چه میکنی بهش می نوشته میکنی نوشته میکنی یک دو سه خو آسان است دیگه یک دو سه سه است خب بعد چی میکنی از یا جذر میگیری جذر یک جذر دو جذر پس اول که کردیم یک دو سه با چی گرفتیم جذر گرفتیم خب اینو میفهمیم جذر یک که یک بشه جذر زیر میتونیم پاک کنیم چون جذر یک یک است سیست عالی عمر تقسیم عرصه تقسیم بر دو میسازیم تقسیم بر دو تقسیم بر دو تقسیم بر دو, دو. است. پس یک دو سه از کلش جذر گرفتیم جذر یک خوب پاک کردیم چون جذر یک یک بشه و عمر تقسیم بر دو کردیم خب یا چی میشه یا میشه ساین یا چند است ساین چی است اولش سی است دومی دو 45 درجه است و سومی 60 درجه است صحیح است پس یک دو سه جز گرفتیم و همه تقسیم بر دو کردیم خود چی شد شد ساین ساین سی درجه یکی برده ساین 45 جزر دوی برده ساین 60 جزر سه دو. حالا کساینش چرا رقم میشه کساینش جای اول آخر تبدیل میکنیم صحیح است پس جزر سه بردو میایی در اول جزر سه بردو ای هم خودش میشه جزر دوی بردو و ای هم چی میشه یک بردو. پس این چی شد شد کساین اما تانجانت چه رقم میشه تانجانت تانجانت گفتیم چی است یک تا فرمول درس گذشته گفتیم تانجانت الفا چی میشه ساین الفا بر کساین الفا اگر یادتان باشد پس من ساین الفا رو بالای کساین الفا میمانم دور به دور نزدیک به نزدیک ضرب میکنم و دریافت میکنم ساین سی درجه بالای کساین سی درجه پس یک بر دو بالای جذر سه بر دو خب دور به دور ضرب کنید یک ضرب در یک ضرب در دو میشه دو نزدیک به نزدیک دو ضرب در جذر سه دقت کنید در جذر شش تنگش نکنه چون یه عدد چیست در پشت عدد پشت جذر ضرب میشه پس میشه دو جذر سه خب سعیست این دو رو کدیز دو اختصار میکنیم پس جواب آخر ما و شما چی میشه میشه یک بر جذر سه یکی بر جذر سه خب ما و شما چی داریم جذر سه بر سه داریم خب باز ناطق سازی باید بکنید ناطق ناطق سازی کنید صورت در صورت مخرج در جذر سه ضرب میکنیم صحیح پس بهش میشه میشه جذر سه جذر سه جذر در سه میشه جذر نو تحت جذر با هم ضرب میشه خود سه سه میشه نو جذر نو میشه چند میشه سه میشه جذر سه بر سه پس شد جذر سه بر سه صحیح پس تانجان میشه جزر سه بر سه خب شاگرد عزیز تانجانت 45 درجه تانجانت 45 درجه ساینش بالای کوساینش باید بانیم جذر دوی بر دو بالای جذر دوی بر دو دقت کنید جذر دوی بر دو بالای جذر دوی بر دو دور به دور نزدیک به نزدیک جذر دو ضرب در دو میشه دو جذر دو دو ضرب در دو میشه دو جذر دو این دو که دو اختصار دو با جذر دو اختصار میشه یک, یک بر یک میماره که یک میشه صحیح خب اما تانجانت 60 درجه باز باید چی رو بالای چی بانیم ساین 60 بالای کوساین 60 بانیم جذر سه, سه بر دو بالای یک بر دو جذر سه بر دو بالای یک بر دو دور به دور نزدیک به نزدیک من جای نیست دی بر نوشته میکنم. دور با دور. سه است؟ دور به دور جذر سه زبدر دو میشه دو جذر سه دوی زبدر یک میشه دو دو که دو خلاص فقط جذر سه میمونه درست است پس اینجا چی میشه جذر سه میشه پس هم چند شد جزر سه خب حال کوتانجان چی میشه کتانجانت زاویه ها جای اول آخره تبدیل میکنیم پس این میشه جذر سه این همون خود یک میمانه و این هم میشه جذر سه بر سه پس به این شکل میتونی دریافت کنی اگر افسی چارت حفظ تانیسی حفظ میکنی خواستان است اما اگر نتانیسی در امتحان در سوال خود چی میکنی دریافت میکنی یک گفتیم یک دو سه از کلی که جذر میگیره جذر یک و میشه پاک می میکنیم جذرش تقسیم بر دو میکنیم میشه ساین اول آخر تبدیل میکنیم میشه کوساین دقت کن اول سی است 45 60 اول آخر تبدیل میکنی کوساین ساین و بالای کوساین میمونه دور و دور نزدیک و نزدیک میکنی چی میشه میشه تانجانت سیست و جای اول آخر باز تبدیل میکنیم میشه کوتانجانت سیست پس اینم طریق دریافت همه چی نسبت های مثلث زاویه 30 درجه 45 درجه و 60 درجه درست است ما تختر پاک میکنیم یک تا مثال کار میکنیم درس ما شما امروز خلاص میشه درست است خب پس دختر پاک میکنم. خب شاگرده عزیز گرامی، یک تا مثال کار میکنیم. مثال حاصل را دریافت کنید. حاصل به شکل سوال با ما شما یه داده فادر داده ساین سی درجه جمع کوساین شست درجه خب مساوی میشه چند ساین سی درجه جمع کساین درجه خب باید یاد داشته باشین ساین سی چند است؟ ساین سی درجه یک بر دو سه است پس میشه یک بر دو مساوی است با یک بر دو. جمع کو درجه کوساین 60 درجه هم چند است؟ هم یک بر دو جمع یک بر دو خب مخرج ها مساوی است بله مخرج دو است یک تا از مخرج های مساوی نوشته میکنیم. و یک جمع یک چی میشه میشه دو پس دو بر دو که اگر ما این را اختصار کنیم میشه یک صحیح پس حاصل حاصل از افاده چند شد شد یک مز... یا م... مثال بعدی با ما شما میگه که تانجانت 45 درجه منفی ساین 60 درجه صحیح این دریافت کنیم خب چی میشه تانجانت 45 چند است تانجانت 45 رو چک میکنیم تانجانت 45 درجه یک است پس تانجانت 45 درجه مساوی است با یک منفی ساین 60 درجه ساین 60 چند میشه جذر 3 بر 2 منفی جذر 3 بر 2 خب این چه رقم دریافت کنیم یک ما و شما مخرج ندارد مخرج شده است خود ما و شما میتونیم بهش مخرج یک بدیم صحیح مخرج مشترک باید مخرج رو مساوی بسازید مخرج دو است مخرج از پس من مخرج از در چی میکنم در عدد دو ضرب میکنم پس این ضرب در دو میسازم صورتش هم ضرب در دو پس به این شکل میشه مساوی است با یک دو دو یک ضرب در دو هم میشه دو منفی مخرج از هم دو است صورتش هم جذر است خب یک تا از مخرج های مساوی نوشته میکنم چون جای ندارم و پایان نوشته میکنم مساوی است با یک از میکنیم صحیح دو منفی جذر سه دقت کنید این تحت جذر نداره یا رفت نمیتونیم من مثبت یا منفی بسازیم درست است پس اینو به اون شک نوشته می کنیم نوشته می کنیم دو منفی جذر سه از اختصارتر نمیشه اگر بخوایم از این ساده تر اختصارش کنیم جذر سه رو باید با ماشین حساب قیمتش دریافت کنیم دو منفی و عدد اعشاریه بکنیم صحیح ولی به اون میمونیم پس میشه دو منفی جذر سه بر دو صحیح پس شاگرد عزیز فهمیدین این جدول بسیار مهم است ما شما باید 30 درجه 45 درجه و 60 درجه را یاد داشته باشیم صحیح است ساین کوساین تانجانت و کوتانجانت باید 100 درصد در ذهن خود داشته باشیم گفتم که یا جدول حفظ میکنیم یا چی یا که ما روش ما برات گفتم اورا را دریافت میکنیم درست است خب شاگرد عزیز درس ما و شما امروز خلاص میشه در درس های بعد ان ما و شما چی میخوریم دایره مثلثاتی را میخوریم که در کتاب ما شما نیست دایره مثلث چی است چون ما و شما زاوی تا با مثلث قائم زاویه که ما شما داشته باشیم تا زاویه تقریبا 89 نهایتاً میتونیم زاویه 90 درجه یعنی زاویه حاده رو ما میتونیم ساین کوساین و تانجان کو تانجان دریافت کنیم اما اگر زاویه ما شما از 90 درجه بیشتر باشد منفرجه باشد یعنی که 90 درجه بیشتر باشد دیگه ما مثلث قائم زاویه نمیتونیم برو بکشیم چون مثلث قائم زاویه اگه بکشیم یک زاویه 90 درجه خود زاویه دیگه کمتر میشه درست است پس ساین 120 درجه رو چی هم دریافت کنیم نمیفهمیم پس به خاطر دایره مثلثی رو من براتون میگم که در کتاب ما و شما فقط یک اشاره کرده و تدریس نکرده که من به شما میگم دایره مثلثاتی چی است و از روی از اون ما و شما میتونیم چی کنیم زاویه هایی که بیشتر از 90 درجه باشه دریافت کنیم هم ساین هم کساین هم تانجان هم کتانجان چه خب شاگرده عزیز و گرامی پس نسبت های مثلثاتی زاویه های 30 درجه، 45 درجه و 60 درجه را گفتیم چه رقم درافت می‌کنیم و باید این را حفظ کنیم. صحیح اما کارخانگی تمرین های صفحه 106 کتاب را باید چه کنید؟ باید حل کنید و به ما روان کنید. دفترچه چی است؟ طریق واتس اپ شماره‌شم 0964 780 255 13. درست است؟ شاگردای عزیز و گرامی، درس سوم ما شما خلاص میشه از فصل چهارم. فیست پس پایان درس سوم شاگردهای عزیز مانده نباشین بخیر باشین شما را به الله پاک و مهربان می سپارون.